علاوه بر نیروهای پلیس، نیروهای سپاه و بسیج هم و همچنین افراد لباس شخصی هم در این سرکوب ها دخالت داشتند. نیروی کشنده استفاده شده بوده و افراد در سر و سینه بهشون شلیک شده بوده و کلاشنیکوف و همچنین تفنگ و سلاح‌های دستی کمری و دیگر سلاح‌های نظامی به کار گرفته شده بودند برای سرکوب تظاهر کنندگان، علاوه بر اون ابزارهای متعارف کنترل جمعیت که در حقیقت مورد استفاده قرار می گیرند. و شهود گفتند که یک سری افسران لباس شخصی هم در میان مردم حضور داشتند، آتش می زدند پمپ بنزین ها رو و ساختمون ها رو برای اینکه بیان توجیه بکنند اقداماتی که نیروهای امنیتی علیه مردم انجام می دادند. در نهایت ما توانستیم 165 شاهد رو باهاشون مصاحبه مفصل داشته باشیم و شهادت کاملشون رو ثبت کنیم. این افراد در 47 شهر مختلف ایران شاهد سرکوب اعتراضات آبان 98 بودند. 41 نفر از این شاهدان به طور مستقیم شاهد کشته شدن یک یا چند نفر در خیابان‌ها بودند. صحنه‌هایی که بسیار دردناک هستند و ما بخشی از اونها را در روزهای آینده خواهیم شنید. لطفاً بگید به شما کی اطلاع داده شد که پسر شما فرزاد کشته شده بود؟ رفتیم بیمارستان سه بار. بار اول رفتیم گفتن که نه همچه اسمی نداریم. بار دوم رفتیم گفت یکی هست بلا صاحب تیشرت بچه شما چه رنگه؟ من گفتم سبزه. او گفت نه قرمزه. باز برگشتم خونه، مجددن یکی از اقوام اطلاع داد بروین اونو ببینین شاید خودش باشه. ما هم رفتیم بیمارستان، برادرم رفت نگاه کردی تا پسر داد تقریبا هفت بود، هفت است. آیاش کاربوچکافی نشون داد چه از نوع اسلحه به کار رفته بود؟ بله کاربوچکافی نشون داد که اسلحه کلاشنکوف به سر من خورده. نیروهای انتظامی استفاده میکنه، سپاه استفاده میکنه، بسیج استفاده میکنه. این نیروهای نظامی حالا همه از هر نوع نظامی از این سلاح استفاده می‌کنند. پویا بختیاری جزو کسانی بود که به جمجمه‌اش شلیک شد. پژمان قلی‌پور 18 ساله، مادرش وقتی با او گفتگو کردم گفت جای 5 گلوله رو بر قلب فرزندش دید. آمنه شهبازی جای گلوله رو بر گردن آمنه خانوادش دیدن. تعداد کسانی که خانواده‌هایی که من با آنها صحبت کردم و گواهی دادن که به قلب و سرشون شلیک شده بسیاریه، ولی من فقط یک بخشی از اونها رو اشاره میکنم. 5 ماه پویا از این در نیامده تو. این اتاق پویاست. بچه‌م سازم سونینا رو نپوشید. بچه‌م زمستون 98 رو ندید. لباساش همینجوری موندن رو چوب رفته. آخ مادر بمیرم برات. لباسایی که تن نکرد، لباسایی که تو کمد موندن.